خبر غم انگیزی که اشکهای مارشال دوستم را جاری کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. با نقل صفحه رسمی معاون اول ریاست جمهوری، بسم الله الرحمن الرحیم. خبر غم انگیزی که اشکهای مارشال دوستم را جاری کرد. پیام تسلط الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در پیوند به وفات عزیز الله بوتون، یک تن از شخصیت‌های فرهنگی ولایت فاریاب: با اندوه فراوان آگاه شدم که عزیز الله بوتون، یک تن از شخصیت‌های فرهنگی شهر میمنه ولایت فاریاب، چشم از جهان پوشیده به جاودانگان پیوست. انا لله و انا الیه راجعون. بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده مرحومی ابراز داشته، برای مرحومی از خداوند بزرگ بهشت برین مسالت نموده، با بازماندگانش صبر جمیل خواهانم. زنده یاد بوتون از شخصیت‌های فرهنگی ولایت فاریاب بود و به زبان‌های ازبکی و فارسی شعر می سرود و از او دو گزینه شعری به این زبان‌ها باقی مانده که تا هنوز چاپ نشده است. مرحومی از رهروان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بود و سالهای زیادی را در ادارات دولتی در کابل و ولایت فاریاب به عنوان کارمند ایفای وظیفه کرده بود. مرگ موصوف برای مردم ولایت فاریاب یک ضایعه بزرگ می باشد. با ابراز تسلط مجدد به خانواده مرحومی، برای آرامش روانش اتحاف و دعا می کنم. در عین حال پیام تسلیت الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، با مناسبت وفات جنرال محمد ایوب نیازیار: با تأسف و تعلم اطلاع یافتم که جنرال محمد ایوب نیازیار، یکی از جنرالان برجسته اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، از اثر مریضی که آید حالش گردیده بود، داعی اجل را لبای گفته بر رحمت حق پیوسته است. انا لله و انا الیه راجعون. من جنرال محمد ایوب نیازیار را از دیرها بدین سو می شناختم و از تبحر و دانشش در امور نظامی وقوف کامل داشتم. جنرال محمد ایوب نیازیار چه در اردوی ملی و چه در پلیس ملی خوش درخشیده، وظایف نظامی اش را به شایستگی انجام می داد و کرکتر عالی نظامی داشت. همچنان او مرد اجتماعی، دلسوز و خدمتگار و جامعه بود و در بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردار بود. من وفات جنرال محمد ایوب نیازیار را ضایعه بزرگ میپندارم و به خانواده و بازماندگانش و به مردم شریف ولایت فاریاب به این مناسبت ابراز تسلیت میکنم. روح جنرال محمد ایوب نیازیار شاد و جای فردوس برین باد. در عین حال پیام الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، بنیانگذار و رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، در پیوند به درگذشت یک تن از علمای جدید ولایت بلخ: با تأسف و اندوه زیاد خبر شدم که مولوی محمد عثمان سالک زاده، یک تن از علمای جدید و شخصیت روحانی ولایت بلخ، امروز داعی اجل را لبای گفته به دیار باقی شتافت. انا لله و انا الیه راجعون. بدین وسیله مراتب تسلیت و خمشریکی خویش را به خانواده و وابستگان و مردم شهر مزار شریف ابراز داشته، از خداوند جل جلاله برای آن مرحومی بهشت برین و برای بازماندگانش صبر جمیل استدعا می دارم. مرحوم و مغفور مولوی محمد عثمان سالک زاده از علمای جدید کشور و از جهادگران راه آزادی و استقلال کشور بود که عمر عزیزش را صرف تعلیم و آموزش فرزندان وطن و جهاد بر حق مرد افغانستان در برابر اشغالگران شوروی سابق کرد. مرحوم مولوی سالک زاده مشاور مقام عالی ریاست جمهوری، رئیس حزب حرکت انقلاب سعادت اسلامی افغانستان بوده و عضویت شورای عالی صلح را نیز داشت. او مدتی را به عنوان والی ولایت بلخ نیز اجرای وظیفه نموده بود. وفات مرحوم مولوی سالک زاده یک ضایعه بزرگ به جامعه روحانیت و مردم افغانستان می باشد. در پایان
با اتحاف دعا بر روح آن روحانی بزرگ و جید برایش از خداوند جل جلاله طلب مغفرت نموده و مراتب تسلط خویش را به خانواده و دوستانش تجدید میکنم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای دیگر. خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.